الهی با امید تو. حاج آقا فروهر؟ سلام علیکم. بله بفرمایید. شما منو نمیشناسین ولی من شما رو خوب میشناسم، در واقع پسرتون رو میشناسم. اون دیر یا زود میاد سراغتون. اسمش چیه؟ اسمم رعناست. نمیدونم دکتر فروهر راجع به من با شما صحبت کردن یا نه. شما باید مادر واقعی هانیه باشید. نه، اون مادر واقعی هانیه نیست. سهیلا مادر واقعی هانی است. سهیلا هانی رو بزرگ کرده. اون زن فقط هانی رو دنیا آورده. ولی قانون اونو مادر واقعی هانی میدونه. پس شما میدونین که من مادر واقعی هانی هستم. تا چند وقت پیش خبر نداشتم. وقتی که شما اومدید دیدم پسرم چجوری به هم ریخته. اون موقع بود که فرزاد همه چی رو برای من گفت. ببینید حاج آقا، هانی همه زندگی منه. من جز اون هیچ کسو ندارم. ولی دکتر فروهر همه چی داره. بدون هانی هم میتونه زندگی کنه. اونم یه مادره. باید بچه‌شو ببینه. شما نباید این حق ازش بگیری. پس سهیلا چی؟ من چی؟ ما هیچ حقی نداریم؟ میخوای چیکار کنی؟ بردنش. چون میدونستن تو دادگاه هیچ شانسی ندارن. چون میدونستن اونجا بازندن. قانون حقو به من میده، هانیه رو به من میده. اونا بدون هانیه زندگیشون نابود میشه. زندگی من نابود چه مهم نیست؟ ها؟ زندگی من نابود چه مهم نیست؟ فقط اونا مهمن؟ مهمه، ولی اونا فقط به خودشون فکر کردن، نه به شما. همونطور که شما مدام فقط به خودتون فکر میکنین و زندگی خودتون، بهشون حق بدین. کی این وسط به من حق میده؟ کاش کاری از دستم برمی آمد. ببینید حاج آقا، من میدونم شما تو این محله خوشنامین، میدونم تکیه دارین، عزاداری به پا میکنین. به همون عزایی که به پا میکنین قسمتون میدم، به من بگین اونا کجا رفتن. کجا میرین؟ ندونید بهتره. من نمیدونم، نمیدونم کجا رفتن. مگه میشه که شما از پسرتون خبر نداشته باشین؟ مگه میشه ندونین که اونا کجا رفتن؟ من پدرتم، باید بدونم کجا میری. به خاطر خودتونه، اون میاد سراغتون. اگه بدونید ما کجاییم، حاضرین به خاطر ما دروغ بگین؟ میدونست میاد، میدونست که من نمیتونم دروغ بگم، برای همین هیچی نگفت. به این قرآن قسم بخورین، قسم بخورین که نمیدونین کجا رفتن. به همین قرآن قسم، من نمیدونم کجا رفتن، فقط خداحافظی کرده رفت. خداحافظ. خداحافظ. مامان، منم رعنا، برگشتم. ولی میدونم خیلی دیره، میدونم چقدر منتظرم بودی، چقدر چشم انتظارم بودی. چشت به در بود، منتظر بودی یه روز در بزنم بیام تو، ولی من نیومدم. مامان، میدونم خیلی سخته، خیلی سخته آدم بچه داشته باشه ولی ندونه بچهش کجاست. آخه منم مادر شدم، یه دختر خوشگل، یه دختر ناز، ولی دخترمو بردم، نمیدونم کجاست، نمیدونم جگرگوشم کجاست. ماما کاش پیشم بودی، کاش تنهام نمیذاشتی، کاش بغلت میکردم،
سرمو میذاشتم رو سرت، میذاشتم تو بغلت، نوازشم میکردی. ماما من خیلی تنهام. ماما همه چیم رفت، زندگیم رفت، بچم رفت. ماما قیصم میکردی، قیصم میکردی تا من میومدم. بهتی گفتم غلط کردم. ماما ماما خانم آروم باشید. ای وای خانم یکم از این شربت بخور، نفست سر جاش بیاد. ممنون. این کارا خوب نیست، روح مرده هامون با این کارا آزار میبینن. تازه فوت شدن؟ نه من تازه فهمیدم. خارج بودید؟ نیلوفر جان ببینی خانم حالش خوب نیست، انقدر سوال نپرس ازش. شما هم شربتتون میل کنه. خیلی ممنون. دوش جونت. بریم خسرو جان. بریم عزیزم. شما بهتره بری. خوب نیست تا دیر وقت تو قبرستون بمونی. وسیله داری؟ اگه وسیله نداری یه دربست بگی برو. با این حال سوار اتوبوس و مترو نشو. ما تا یه جایی میتونیم برسونیمتون. شما هم به جای کرایه یه فاتحه واسه عزیز ما بخونیم. دستتون درد نکنه. اختیار داری، کاری نکردی، فقط فاتحه یادت نره. برای آرامش روح همه مادرها، مخصوصا مادر من و مادر خودت هم دعا کن. چشم. منو شرمنده کردین تا اینجا اومدین، راهتون رو خیلی دور کردین. بازم ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. بریم. علی جان دیر وقته، چرا نخوابیدی؟ خوابم نمیبره. تو فکر رعنایی؟ همش تقصیر من بود. چرا خودتو سرزنش میکنی؟ تو هر کاری از دستت برمیومد براش انجام دادی. همه چی تو مشت من بود، میتونستم بچهشو بهش برگردونم. هیچ کس فکرش نمیکرد توی همچین زمان کمی اونایی همچین کارهایی بکنند. علی شاید اینجوری بد نباشه. یعنی چی بد نباشه؟ منظور چیه؟ یعنی میگم شاید برای بچه اینجوری بهتر باشه. خب این بچه از وقتی چشم باز کرد و یادش میاد خانوادش خانواده فروهر بودن. اصلا یک کس دیگه ای رو مادر خودش میدونه، به اون زن میگه مامان. چطور میتونه یه همه چی رو تو ذهن و قلبش عوض کنه؟ برای بچه آره، ولی رعنا چی؟ رعنا مادر دیگه. رعنا خودش این بازی رو شروع کرد، از وقتی که خونش رو پدر و مادرش رو گذاشت و رفت. چقدر بهش التماس کردم رعنا نه. تو تنها کسی بودی که میدونستی میخواد بره. من که فقط به من اعتماد داشت، گفت میرم با دست پر برمیگردم. گفتم رعنا اشتباه میکنی نرو، ولی میگه حرف گوش میکنه. میبینی خودش خواسته، خودش اشتباه کرده. همه ما اشتباه میکنیم، هممون، ولی قرار نیست که تا آخر عمرمون تقاص بس بده. رعنا باید بپذیره دیگه دستش به بچهش نمیرسه. اینجوری شاید اصلا بهتر بتونه فراموش کنه و زندگی جدیدش رو شروع کنه. من میدونم رعنا دیگه هیچ وقت من نمیبخشه. تموم شد علی، تو هم تمومش کن لطفا. الان نه اون موکل توه نه تو وکیلشی.
منم خوشم نمیاد انقدر حرف رعنا تو خونمون باشه. زود بخواب، صبح خواب نمونی. این عکس کجا بردی؟ تنها چیزی که از این خونه با خودم بردم این عکس بود. وقتی که رفتی هر عکسی که تو توش بودی رو سوزوندم. راسته میگن آه پدر و مادر باید چوری دامن بچه رو میگیره. من باور نمی کنم که پدر مادری از تای دل برای بچهشون آه کشیده باشن یا نفرینش کنن. شما یعنی مامان چی؟ نشینم مادرت هیچ وقت نفرینت بکنه، همیشه دعات میکرد. شما چی؟ من دلم شکسته بود، آبروم تو محل رفته بود، همه میگفتن دخترش از خونه فرار کرده. نمیخوام بهت دروغ بگم، من هیچ وقت داد نکردم، ولی هیچ وقتم بدتو نخواستم. پس چرا تو این سال این همه بلا مصیبت سرم اومد؟ نمیدونم. خانم شمس؟ بله بفرمایید. من محسنی هستم، همکار خانم جلالی. مشکلی پیش اومده؟ مشکلی پیش نیومده خانم جلالی. چند ماهی رفتن مسافرت، پرونده رو به من محول کردن. یعنی شما کاملا در جریان پرونده من هستین؟ بله کاملا. دادگاهتون تشکیل شد؟ نه خیر، متاسفانه بچه رو بردن. کجا؟ نمیدونم، خانواده فروهر خونهشون رو فروختن. میگن رفتن خارج از کشور، ولی کسی نمیدونه کجا رفتن. یعنی هیچ کس نمیدونه؟ خانوادهشون، فامیلاشون، دوستاشون؟ اگرم بدونن مطمئنن کسی چیزی به من نمیگه. فکر میکنی حدودن چه موقع کشور خارج شدن؟ فکر میکنم حدودن یه هفته ای میشه. من یه آشنا دارم، شاید بتونه لیست پروازه رو براتون چک کنه. واقعا میتونه به ما کمک کنه؟ اگه بتونه کمک میکنه. شما فقط دعا کن از طریق هوایی رفته باشن. اگر طریق زمینی رفته باشن که اصلا نمیشه ردشون رو پیدا کرد. کی شما به من خبر میدید؟ بذار تماس بگیرم عزیزم ببینم چی میشه. به نظرتون ما چقدر شانس داریم بتونیم ردی ازشون پیدا کنیم؟ نمیدونم، بی خودی نمیخوام بهت قول بدم، ولی هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. خیلی ممنون.
خیالت راحت باشه. خیلی ممنون خانم محسنی، منتظر تماستون هستم. خدا خدا نگهدار. داداش اونجا خرابه. ببخشید منزل های شمس اینجاست؟ بله بفرمایید. رهنا خانم شمس هم اینجا زندگی میکنه؟ امرتون بفرمایید. شما سرایدار اینجایی؟ فکر کنم سرایدار اینجایی. میشه زحمت بکشید بگید رهنا خانم تشریف بیارن دم در؟ بگید خسرو اعظمی اومده، همونی که سر خاک باشون آشنا شدم. علی بپر رهنا خانم صدا کن. یه آقای دم در بود کار داره، ببینم چیکار دارش. باشه چشم. برام باشه. سرد نیست اینجا؟ بله بابا، با من کار داشتین؟ یه آقای ماده با شما کار داره، ببین چی میگه. سلام رهنا خانم. سلام. پدرتون هستن؟ بله. آقا من عذر میخوام، آقا قصد جسارت نداشتم، ببخشید. من مزاحمتون شدم، فکر میکنم که این مال شما باشه. بله درسته، ولی پیش شما چیکار میکنه؟ دیرو داشتم ماشین تمیز کردم پیداش کردم، فکر کنم از کیف شما افتاده. ممنون، لطف کردین. شما این همه را به خاطر دادن این دفترچه اومدین؟ من اعتقاد دارم یه شماره قدیمی توی دفترچه توی گوشی قدیمی میتونه زندگی آدم عوض کنه. لطف کردین، منو شرمنده کردین. خواهش میکنم. خدا رو شکر حالتون بهتر از دیروزا؟ بله خدا رو شکر بهتره. فقط جسارتا من دیروز حرفاتون رو شنیدم، سانم بچه تون رو گم کردی نه؟ بله درسته. تو روزنامه آگهی دادین؟ نه خیر، راستش ماجراش کمی پیچیده است، ایران نیست، خارج از کشور. ای بابا، حالا پیگیری کردین؟ میدونین کجاست؟ نه نمیدونم، ولی دارم پیگیری میکنم. انشالله زودتر پیداش کنید، هرچند که میدونم کار سختیه. انشالله. بازم بابت دفترچه ممنون. خواهش میکنم، عرض کردم که تشکر لازم نیست. آقا با اجازه شما، خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. بله شدن خانم، کارت منه، اگه ردی از بچهتون پیدا کردین رو کمک من حساب کنید. من یه شرکت صادرات واردات دارم، بالاخره دوستان با نفوذ دارم هم تو ایران هم تو خارج از کشور، رو کمک من میتونه حساب کنه. ممنون، ولی برام جالبه که بدونم چرا انقدر این موضوع براتون مهم شده. گریه های دیروز شما دل من لرزون. چرا یه مادر باید اینجوری گریه کنه واسه بچهش؟ چرا بچهش نباید پیشش باشه؟ به هر حال رو کمک من میتونه حساب کنید. محبت کردید. خوشحال میشم. خواهش میکنم. آقا با اجازه شما. خدا نگهدارت. خدا. کی بود این یارو؟ هیچی، دیروز رفته بودم سر خاک مامان. اونجا حالم بد شد. این آقا با خانومش من آوردن تو دم خونه. مثل اینکه دفترچه تلفنم افتاده بود تو ماشینش. میگه این بر اونور آشنا زیاد داره، میتونه به من کمک کنه. او چه ازم؟ اون حساب انسانیت دیگه. چون دفترچه نداد خانمش بیاره. من چه میدونم بابا، شما موصله داری یا؟ اصلا جای نگرانی نیست. خب به هر حال هر کاری از دستتون برمیاد کوتاهی نکنید. چشم حتما. در ضمن نگران خرجش هم نباشید. نیستم، شما همیشه به ما داد. من نمیخوام تو این دادگاه بازنده باشم. نیستی، شما از همین الان خودتون برنده این پرونده بدونید. دست شما درد نکنه. خوشحال شدم. خیلی ممنون. بایزد. خدا نگهدارت. سلام، بفرمایید خانم شمس. سلام. سلام. چه خبر؟ چیزی شده؟ آره، خبرای خوش، اتفاقای خوب. خانم جلالی رو که یادته؟ خانم جلالی؟ اون خانمه که مددکار اجتماعی زندان بود؟ آره، همکارش با هم تماس گرفت، گفت میتونه لیست تمام پروازهای خارج از کشور برام چک کنه. این میتونی یعنی چی؟ یعنی که ما اون رو گمشون نکردیم. چیه؟ خوشحال نشدی؟ خوشحال شدم، فقط نمیخوام بی خودی امیدوارت کنم. ببخشید. الو سلام افسانه. افسانه سلام، من خیلی خوشحالم. رعنا اونجاست؟ آره
رعنا سلام میرسونه، تو خوبی؟ سلام برسون، مثل اینکه کار داری من بعد موقع مزاحم شدم. نه کار ندارم. چه خبر؟ دیشب دیدم حالت خوب نیست، صبحم داشتی میرفتی من خواب بودم، خواستم حالتو بپرسم ولی مثل که بی خودی نگران شدم. منم خوبم، حالا شب خواستم بیام خونه بهت زنگ زنم اگه خرید داشتی. من باشه، خود نریا. باشه، مزاحمت نمیشم. خداحافظ. افسانه همیشه نگران. از بچگیش هیچ تغییری نکرد. آره ما هیچ کدومون تغییر نکردیم، بالاخره هر کدوممون یه خصلتایی رو از بچگیمون نگر داشتیم. تو سرسخت و جنگجو، افسانم حساس و نگران، تو هم مسئول و مهربون. آره خیلی. میخوام برام یه اقدام قانونی انجام بدی. اقدام قانونی؟ آره دیگه، مگه تو وکیلم نیستی؟ من منتظرم تا خانم جلالی بفهمه اونا کجا رفتن تا ما بتونیم از اونا شکایت کنیم، بعدم پلیس بتونه پرونده رو پیگیری کنه. برکلا، این احکامو تو کدوم کتاب قانون خوندی اومد؟ منظورت چیه؟ اونا مجرم نیستن که تحت تعقیب قرار بگیرن. یعنی چی مجرم نیستن؟ اونا بچه منو دزدیدن با خودشون بردن. از نظر قانونی هانیه فعلا بچه ای اوناست و اونا فقط با بچهشون رفتن مسافرت. یعنی ما واقعا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ از نظر قانونی خیر، چون هنوز پرونده تشکیل نشده و جرمی ثابت نشده. ولی من اگه بفهمم اونا کجا، اینجوری بیکار نمیشینم دست رو دست بذارم. منتظر تشکیل پرونده و اثبات جرمشون هم نمیشم، هر جوری شده پیداشون میکنم. اون بچه منه، برای همین هم از دست من فرار کردن. تا هم تو رو خدا اینجوری با حرفات منو دل سرد نکن، یه کمی به من امید بده، ازم حمایت کن. چشم. داری میری؟ بله دیگه، وقت رفتنه. فقط کاش با دست پر میرفتم. میگن از درگاه این آقا هیچ کس تا حالا دست خالی بیرون نرفته. رنو جون، اونی که این حرف رو زده حتما خودش دستش پر بوده، نه مثل من. تو دست خالی و پر رو چجوری معنی بکنی؟ معنیش آسونه، یه نگاهی به من بندازین معنی دست خالی رو میفهمم. خونه کرایه کردی؟ نه، دارم میرم پیش بابا، یه چند وقتی پیشش میمونم تا ببینم چی پیش میاد. ولی اگه خواستی خونه یه چیزی کرایه بکنی حتما به من بگو، من یه خونه خوب برات سراغ دارم. خیلی ممنون، شما توی مدت خیلی به من محبت کردی. اختیار داری. با اجازتون. به سلامت رانو جون، گهگاهی به منم یه سری بزن، ثواب داری. چش حتما. دلم برات تنگ میشه ها. منم همینطور. برو به سلامت. میری حرم؟ نه، بیا بریم رو پشت بوم، از همونجا نگاش بکنه، هر چی تو دلته براش بگو. وقتی اون به من نگاه نمیکنه من چرا نگاش کنم؟ این حرفا رو نزن رنا جون. چرا؟ مگه من چی ازش خواستم؟ اون که خودش خوب میدونست هانیه دختر منه، اونی هم که اون بالاست میدونه، ولی گذاشت ببرنش، طرف اونا رو گرفت. چرا؟ تو کارهای خدا حکمتی هست که منو تو نمیفهمی. حکمتشو من خوب فهمیدم، اون میخواست به من نشون بده من لایق نگاهش نیستم، ازش توقع هیچ کمکی نداشته باشم. من اینو فهمیدم، خیلی هم خوب فهمیدم. سلام، من اومدم.
سلام. سلام. داری جایی میری؟ میخوام برم خونه عمومینا. میتونستم قبل از اینکه بیای برم، ولی منتظر موندم ببینمت بعد برم. خب الان چه وقت رفتنه؟ بذار آخر هفته با هم دیگه میریم یه سر بهشون میزنم. میخوام تنها برم، میخوام یه مدت تنها باشم. چرا؟ باز چی شده؟ اعصابم ناراحته. اونجا تو نیستی که من از دست کارات عصبی بشم. من مگه چی کار کردم؟ مشکل من تو نیستی، رعناس، خودت هم خوب میدونی. من فکر میکردم مشکلت با رعنا حل شده. نمیخوای تمومش کنی؟ تو باید تمومش کنی. اومدی گفتی رعنا مشکل داره، وکیل میخواد، پول نداره، تنهاست. گفتم باشه وکالتشو قبول کن. الان دیگه شما تو با هم چی کار دارین؟ دیگه نه فروهری هست نه بچه‌ای. رعنا یه ردی از بچهش پیدا کرده بود، میخواست بپرسه چی کار میتونه بکنه. حالا دیگه کارگاه خصوصی رعنا خانم شدی دیگه، از این بعد حالا دزد و پلیس بازی داریم با هم. افسانه، قضیه رو بی خودی داری بزرگش میکنی. تو هنوزم رعنا رو دوست داری؟ اون مال دورانه بچگیمون بود، الان تو زن منی. من زنت هم چون رعنا نبود، چون مادرت اصرار داشت، ولی تو هنوزم رعنا رو دوست داری. اگه نه تو چشای من نگاه کنه بگو اشتباه میکنم. با تو هم به من نگاه کن بگو تو رعنا رو دوست داری. افسانه، با این طرز حرف زدنت، با این شک و تردیدت داری من از خودت دور میکنی. نمیخوای بفهمی؟ نه نمیخوام بفهمم. هیچ میدونی امروز چه روزیه؟ نمیدونی چون یادت نیست. امروز قرار بوده ما بریم دکتر صدای قلب بچه رو بشنویم، عکس سونوگرافیشو ببینیم. من یادم رفت، ببخشید. خب چرا یه زنگ به آدم نمیزنی یادآوری کنی؟ زنگ زدم بهت یادآوری کنم، ولی رعنا اونجا بود. منم مخصوصا بهت نگفتم ببینم خودت یادت هست یا نه، ولی تو همه چی رو فراموش کردی، من و بچه تو، برای که همه فکرت مشکلات رعناست. رعنا خستم کردی افسانه، خفم کردی، میفهمی؟ همینو میخواستم ازت بشنوم. کجا داری میری؟ واسه ببینم، من اجازه نمیدم بری. اجازه نمیدم در مورد من اینطوری فکر کنی. میشنوی؟ با تو چی کار داری میکنی؟ اینا برای بچه ضرر داره، من نمیدونی نباید بخوری. آدم خرابه، بدون این کفتی هم نمیتونم آروم بگیرم. آدم باید خودش دنبال آرامش باشه، با قرص که آدم آرامش نمیگیره. افسانه خوبی؟ سلام بابا، خسته نباشی. تازه شدی بابا جان؟ آره، شوکت خانمو تو حیات ندیدم، در اتاقش هم بسته بود. آره علی صبح زنگ زد، چی که افسان حالش بد شده، بردنش بیمارستان. بیمارستان؟ یعنی الان بیمارستانه؟ نه، مرخصش کردم. چه شد افسانه؟ بابا زن حامل است دیگه، باید مواظبت بکنن ازش. بهت گفتم، بازم میگم، من دیگه کار نمی کنم. روزی که جواب آزمایشامو گرفتم بهت گفتم. چی شخ با تحمل کردم، اوغ زدن و تو حال خرابیات تو گند اخلاقیات تموم شه. مرخصیت خلاص. من دیگه اون آشغالا رو جابجا نمی کنم، فهمیدی؟ خودم آدمت کردم. لازم باشه خودم میشونم از درجات. رو تو زیاد نکن. مثلا نگه زیاد کنم چی کار میکنی؟ بهتره؟ خوبم بودن، خوابیده. زن حامله است دیگه، ناز داره. باید همون دیشب خبرم کردی. دیشب که من انقدر حالم بد بود اصلا نمیدونستم چی کار دارم میکنم. چند ماه نمیتونی خودتو کنترل کنی اینقدر این دختر رو عصبی نکنی؟ مامان میشه خواهش کنم شما دیگه این حرف رو به من نزنین؟ چی کار میکنم مگه من؟ آخه مشکلش چیه؟ چه میدونم؟ تنهاست تو خونه، میشینه این فکر رو خیال میکنه، همه چی رو واسه خودش گنده میکنه. من که از در میرسم میپره به من، هرچی از دهنش در میاد دیگه داره به من میگه. صد دفعه بهت گفتم رعایتش بکن. میدونی که این از بچگیش حساس و زودرنج بوده، حالا هم که حامل است دیگه بدتر. بله چشم،
چشم، صد دفعه من نگفتم چشم. چشم چه فایده‌ای داره وقتی بهش عمل نمی کنی؟ چشم، برای عمل به چشم هم میگم چشم. ما مردای بدبخت باید چی کار کنیم دیگه که شما خانم از دست ما راضی بشید؟ خودتون میدونین، فقط خودتونو به ندونستن میزنیم. من گفتم مامانم میاد طرف ما رو میگیره، نمیدونستم شما طرف اونوه. به سلامت، نگران زن و بچه‌ت هم نباش، حواسم بهشون هست. قربونتون برم، مراقب خودتون باشین، کاری داشتین زنگ بزن. خدا نگهدارت. دوستتون دارم. خدا. محسنی هستم خانم شم. سلام. سلام خانم محسنی، خوش خبر باشی. نمیدونم خبر خوبیه یا نه، ولی اون آشنایی که داشتم همین الان بهم زنگ زد. خانم شم صدا میشنوی؟ بله بله میشنوم. اینطور که میگفت حدودا یک هفته پیش سه تا بلیط به نامهای فرزاد و هانیه فروهر و سهیلا شعبانی به مقصد استانبول صادر شده. استانبول؟ بله، امیدوارم کمکی کرده باشم. خیلی ممنون خانم محسنی، خیلی لطف کردی. خدا نگهدار. خدا حافظ. من نمیتونم را بیافتم دنبال تو بیام استانبول ترکیه که بگردیم پی خانواده فروهر. نمیشه. کی از تو خواست دنبال من بری تا استانبول؟ من گفتم شاید دوستی، آشنایی، همکاری، چه میدونم موکلی داشته باشه بتونه به من کمک کنه. من اونجا هیچ کسی رو نمیشناسم. یعنی تو واقعا نمیخوای به من کمک کنی؟ ببین رانا، ما یعنی من و تو هر کدوممون زندگی شخصی متفاوتی داره. من نسبت به زندگی شخصی می سری وظیفه و مسئولیت دارم. بله میدونم افسانه. دیشب هم حالش بد شده چون فهمیده من اینجا پیش تو بودم. درسته؟ حالش بد نشده، اون به دلیل اوضاع احوالش ذره حساس شد. من اصلا دلم نمیخواد تو نسبت به افسانه برداشت غلطی پیدا. من برداشت غلط نمی کنم، باید واقعیت رو قبول کنم. تو نمیخوای تو پیدا کردن بچه‌م به من کمک کنی؟ بچه‌م هم چی میگی بچه‌م؟ اون نه از تو خاطره ای داره نه حتی تو رو میشناسه. خواهش میکنم علی، نذار با این حرفات خاطرات خوشی که ازت تو ذهنم دارم خراب بشه. رانا، رانا، خسرو اعظمی؟ بله بفهمید. من رعنا شمس هستم. رعنا؟ همون خانمی که تو قبرستون حالش بد شد رسوندینش خونه‌اش. حالتون چطوره؟ خوبین؟ شما بهتر شدین؟ امری باشه در خدمتم. ببخشید من مزاحمتون شدم. یادم اون روز به من گفتید تو کشورهای مختلف آشنا زیاد دارین. می‌خواستم ببینم توی ترکیه، توی شهر استانبول هم کسی رو می‌شناسین؟ بله خب. چطور از بچه‌تون خبری شده؟ بله، اونا الان استانبول هستن. ببخشید من الان توی جلسه مهمم، ولی تا یه ساعت دیگه کارم تمام میشه. یه جا با تو قرار میذارم، هم دیگر میبینیم. هرچی شما بگید. گوسنگی چطوره؟ خیلی خوبه. چه ساعتی؟ پس تا یه ساعت دیگه گوسنگی. ممنون، میبینم اتون. خدا نگهدار. ببخشید آقا، من مسیرم عوض شد، میرم گوسنگی. سلام خانم شمس. سلام آقای عظمی. ببخشید دیر رسیدم. نه اتفاقا به موقع رسیدیم، منم تازه اومدم. در خدمتم. میرم سر اصل مطلب. راستش من دخترمو توی ترکیه پیدا کردم. چقدر خوب. خب چرا به پلیس نمیگید؟ وظیفه پلیس اینترپول استقلال همین جرائمه. آخه قضیه اونجوری که شما فکر میکنید نیست. میشه مقدار بیشتر توضیح بدین؟ البته اگه خودتون دوست دارین. من وقتی که دخترم دو ماهش بود گمش کردم.
بعد از 6 سال تونستم پیداش کنم. توی مدت یه خانواده دیگه ای سرپرستیش رو قبول کرده بودم. یعنی همچین چون خانواده متوجه شدن شما دنبال دخترتون میگه رفتن خارج از کشور؟ دقیقا همینطور. حالا کجا میدون رفتن؟ استانبول. اونجور که من ردشون رو زدم فهمیدم بلیتشون به مقصد استانبول بوده. خانم شمس، شاید رفتن استانبول از اینجا برای کشور دیگه. یعنی شما یه دوستتون چه کمکی نمیتونی به من بکنی؟ اگه به این نتیجه برسیم که تو استانبولن، چرا من دوستم کمک میکنم؟ ولی خانوادش هیچ حرفی نمیزنن. شما آدرسی تلفنی از خانوادش ندارین؟ حالا یه جوری باشون ارتباط برقرار کنیم. چرا من شماره تلفن مادر سهیله خانمو دارم. سهیله؟ فروهر، زن آقای فروهر. من میتونم خودم رو شاگردش معرفی کنم. فکر خوبیه. بله؟ الو، منزل آقای شعبانی؟ بله. ببخشید، با منیر خانم کار داشتم. خودم هستم، شما؟ من ندا هستم، یکی از شاگرده سهیله خانم. جای سهیله جان خالی نباشه. ممنون. میخواستم اگه اشکال نداشته باشه برای جا خالی سهیله خانم برسم خدمتتون. تشریف بیاری منزل خودتونه. لطف میکنی آدرس رو به هم بدید؟ شما شمارتون رو بدین، من براتون میفرستم. بله، یادش میفرمایید. گفتین اسمتون؟ من ندا هستم، ندا اربابی. بله، من براتون میفرستم. خیلی لطف میکنین، میبینم اتون. خدا نگهدار. چی شد؟ قرار شد آدرس رو برام بفرسته. الو، سلام سهیلا جان، خوبی مادر؟ منم خوبم. ببین یه چیزی شده، یکی از شاگردها چند دقیقه پیش زنگ زد اینجا. ندا اربابی میخواد جا خالی شما بیاد اینجا. نمیدونم چی کار کنم، بهش آدرس بدم؟ تو میشناسیش؟ قابل اعتماده؟ خیلی خوب عزیزم، هانیه رو ببوس، به فرزادم سلام برس. خداحافظ. آدرس فرستاده. خیلی عالی، من میرم اونجا. اومدم بیرون با شما تماس میگیرم. امیدوارم به یه سرنخی برسیم. خیلی ممنون از پیشنهادتون. تا یه جایی میرسونم اتون. بذارید اونجا که رفتید میتونید یه جوری وانمودتونی که دوستای قدیمه همون خانم سهیلا فرمودید. بله، نه شاگرده نقاشی، کسی کلاس نقاشی داشت اونجا. خیلی خوبه دیگه. یه مدت پیششون کار میکردم، بهشون هم گفتم که من یک شاگرده کلاس نقاشیشون هستم. خیلی خوبه. بفرمایید، اینقدر زحمت نکشید. زحمتی نیست، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. جای سهیله خانم خالی نباشه. لطف دارین. چه بی خبر رفتن؟ ما اصلا نمیدونستیم که میخوام برم مسافرت خارج از کشور. یه دفعه شد. رفتن استانبول دیگه، نه؟ بله. شما از کجا میدونی؟ آخه من تو فرودگاه دیدمشون. من داشتم میرفتم دبی، دیدم که تو صف چمدونا وایستادن. تا رفتم برگشتم دیگه گمشون کردم. نگاه کردم اون بالای کانتر رو دیدم نوشته استانبول. حالا کی به سلامتی برمیگردن؟ معلوم نیست. یعنی میخوان اونجا بمونن؟ حالا تا ببینیم. حالا چرا رفتن استانبول؟ از طرف یکی از بیمارستان‌های استانبول به دکتر پیشنهاد کار شد، اونم قبول کرد. یعنی دکتر اونجا رفتن سر کار؟ بله، مشغول شده. بفرمایید، چایتون سرد شد. خیلی ممنون. الو، سلام قهره خانم. سلام آقای عزمی. چیکار کردی؟ هیچی، خانواده فروهر الان ساکن استانبول هستن. دکتر فروهرم توی یکی از بیمارستانی اونجا کار پیدا کرده.
اما اسم بیمارستانشو نفهمیدم. خیلی هم عالی، پس 80% کارا رو انجام دادی. بذارید 20% من انجام بدم. واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. چجوری ازم تشکر کنید؟ میتونه دعوت منو قبول کنی برای صرف چای. همونجا هم چند تا ایمیل می‌زنم به دوستام. همین چایم باهم. فکر نمی‌کنم کاری درستی باشه. چرا؟ یه قرار کاری صرف چای. مثل همین آدمای دیگه. اگه اجازه بدین توی فرصت دیگه که همسرتون باشم با هم بریم بیرون. کدوم همسر؟ نیلوفر خانم دیگه. نیلوفر که خواهرم خانم شمس. حالا که مطمئن شدید نیلوفر خواهرمه، دعوت منو می‌پذیرید؟ این سکوت علامت رضاست. مثلا یه اجازه بدید آدرس کافی شاپ براتون اسمس میکنم اونجا میبینمتون. خداحافظ. همسر من 3 سال پیش فوت شده. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون شما رو بیامرزه. زن بسیار خوبی بود. تا روزهای آخر عمرش عاشقانه دوستش داشتم. همسر شما چطور؟ طلاق گرفتین؟ نه خیر. ایشون هم فوت کرد. آخه. خدا رحمتشون کنه. خیلی ممنون. این ایمیلم فرستادم. دلیوری شما اومد. این آقا مدیر عامل یه شرکت خیلی معتبر، حتما میتونه شما رو کمک کنه. یعنی شما فکر میکنین بتونه ردشون اونجا پیدا کنه؟ ردشون رو برای چی؟ خود محل اقامت و محل کارشون رو پیدا میکنه. شما فکر میکنین چند تا بیمارستان تو استانبول هست؟ به نظرم بیمارستانی زیادی اونجا هست. این آدم همه جا دست داره. امیدوارم فروهر نفهمه که دنبالشیم، وگرنه ممکنه خودش رو یه جای دیگه قایم کنه. شما فعلا بهتره به فکر تهیه بلیط باشید. کافیتون سرد نشه خانم شمس. خیلی ممنون. ظاهرش که دختر خوبی به نظر میرسید. یه دسته گل و یه جعبه شیرینی هم آورده بود. اما همین که گفت سهیلا خانومو تو صف چمدون دیدم به مقصد استانبول، شستم خبردار شد که یه کاسه زیر نیم کاسه‌شه. خودش رانو